بعد از پشت سر گذاشتن ماجراهای ترسناک و نفسگیر قسمت اول، این دفعه خانواده ابوت مجبورن از خونه به دنیای بیرون فرار کنن. ولی به غیر از اون موجودات خطرناک که تو بخش اول باشون آشنا شدیم، باید با آدمهای شرور هم روبرو بشن. تو این قسمت بیشتر در مورد اینکه چطوری این موجودات به وجود اومدن اطلاعات میگیریم. قسمت دوم مکان آرام قرار بود سال 2020 اکران بشه، ولی به خاطر همگیری ویروس کرونا تاریخ انتشار اون تا سال 2021 به تعویق افتاد. مایکل بی 56 ساله تهیه کنندگی این اثر رو به عهده داشت. مجموعه فیلم‌های پسران بد و تبدیل شوندگان از آثار بزرگیه که تا حالا تو کارنامه کاری مایکل بی آمریکایی ثبت شده. این فیلم 97 دقیقه‌ای محصول کشور آمریکاست و قرار سال 2021 از کمپانی توزیعی پارامونت پیکچر منتشر بشه. داستان این فیلم دلهوراور و ترسناک آمریکایی در مورد یه دوربین عکاسی خطرناکه. تصویر هر کسی روی این دوربین ثبت بشه به شکل وحشتناکی جون خودش رو از دست میده. فیلم برداری این فیلم 88 دقیقه‌ای سال 2017 شروع شد و ژانویه سال 2019 از کشور آمریکا منتشر شد. به خاطر صحنه‌های ترسناک و دلخراش تماشای این فیلم ممکنه برای همه مناسب نباشه. از فیلم‌های مجموعه ترسناک اره که با اون شکنجه‌ها و صحنه‌های دلخراش تونسته خودش رو تو حافظه طرفدارش ثبت کنه. داستان فیلم جدید مارپیچ قرار نیست تو دنباله مجموعه اره روایت بشه. این دفعه یک داستان جداگانه و مستقل ولی با همون پیچیدگی‌ها و شکنجه‌های وحشتناک رو می‌بینیم. داریم بوسمن 43 ساله که کارگردانی قسمت‌های 2 3 4 اره رو به عهده داشت به عنوان کارگردانی اثر انتخاب شد. فیلم 93 دقیقه‌ای مارپیچ از جدیدترین فیلم‌های ژانر وحشت محسوب میشه که قرار سال 2021 منتشر بشه. فیلم آمریکایی یادداشت مرگ سال 2017 یکی دیگه از فیلم‌های ترسناک نتفلیکس محسوب میشه که کارگردانی اونو آدام وینگارد آمریکایی به عهده داشت. اون تا حالا کارگردانی فیلم‌های ترسناکی مثل تو بعدی هستی 2011، جادوگر بلر و فیلم اکشن دلهوراور مهمان سال 2014 رو هم تو کارنامه کاری خودش ثبت کرده. سال 2006 هم فیلم ژاپنی به همین اسم تو ژانر فیلم‌های ترسناک و فراطبیعی منتشر شد. دوستان در مورد پسری به اسم لایت ترنر با یه دفتر عجیب و غریب و خطرناک روبرو میشه. اسم هر شخصی تو اون دفتر وارد بشه بعد 48 ساعت جون خودش از دست میده. لایت بعد از برداشتن دفتر با اسم مستعار شروع میکنه به کشتن آدمای دیگه تا اینکه مجبور میشه با پدرش که جزء مامورای پلیس محلی روبرو بشه. فیلم 100 دقیقه نتفلیکس با هزینه 40 میلیون دلاری سال 2017 منتشر شد و تونست امتیاز 4.5 رو از IMDb بگیره. داستان زنی پشت پنجره ماجرای دکتر آنا فاکس با بازی ایمی آدامز رو نشون میده. اون فوبیای شدید داره و از حضور داشتن تو فضاهای باز میترسه. به خاطر همین سعی میکنه تنهایی وقتش رو با دید زدن و جاسوسی کردن همسایه ها بگذرونه. ولی با دیدن یه صحنه خشونت‌آمیز و خطرناک از خونه همسایه همه چی تغییر میکنه. جو رایت 48 ساله انگلیسی کارگردانی این فیلم رو به عهده داشت. اون تا حالا فیلم های مثل غرور و تعصب 2005، تابان، هانا، آناکارنای 2011 و فیلم جنگی تاریخی تاریک‌ترین لحظات سال 2017 رو تو کارنامه کاری خودش ثبت کرده.
بعد از به تعویق افتادن های کرونایی، این اثر قرار می سال 2021 تو ژانر فیلم های درام جنایی از استدیوی سینمای والت دیزنی منتشر بشه.